من از شما سپاسگزاری میکنم. امشب واقعا یه شب تاریخی است. من نمیخوام غلو کنم، ولی با همه وجود اعتقاد دارم که نام تک تک عزیزانی که امشب آمدن زیر این سقف با هم همقسم شدن که میراث فرهنگی رو نجات بدن، در تاریخ فرهنگ و تمدن کشور حتما ثبت و ضبط میشه. این یه جلسه معمولی نیست و واقعا همه ما این افتخار رو داریم که امشب جزو کسانی باشیم که اولین قدم رو برداشتیم برای حفظ تاریخمون. ما یه اصطلاحی داریم به نام میکرو قدرت ها، یعنی قدرت های کوچیکن، اما وقتی جمع میشن تبدیل به جریان میشن. مورچگان را چو بود اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست. میکرو قدرت ها وقتی با هم جمع میشن، میشن یک جریان پرقدرت که امروز میگن قدرت جریان کاملا بر جریان قدرت فائق میاد و غلبه میکنه. اگر جریان قدرت جریان خواص، جریان قدرتمندانه و هر چی که شما میخواهید بگید، اما قدرت جریان که مجموعه ای از میکرو قدرت ها هستن، همه اینها رو مثل یک سیل جابجا میکنن. یعنی مردم چقدر خوب بزرگانی که صحبت کردن در این مورد فرمودن، مردم باید پای کارهای بزرگ بیان تا از زمین کنده شه و حقش ادا بشه. اصولا بیتوجهی و نبود اعتبارات و کمبودها برای حفظ میراث فرهنگی یک یادگاریه که به همه ما در واقع به عنوان میراث رسیده. ما حدود 35,000 اثر ملموس داریم. بودجه ها رو که بعضی موقع میدن و تقسیم میکنیم به همه اینها، بعضی موقع میشه روزی 300 تومن، روزی 300,000 تومن که پول یک کارگر ساده نیست. و این نظام فشل اداری به یادگار مونده میراث نامیمونی که در طول این دهه ها و این 100 ساله بر ما تحمیل شده، ما باید بزنیم زیر میز دیگه، باید بزنیم زیر میز این نظام ناکارآمد، آروم آروم حل کنیم. چون مدیر نباید فقط توصیف کنه، توصیف مشکلی رو حل نمی کنه. باید راه حل پیدا کرد، باید اقدام کرد. جلوی چشممون میراث تمدنی و فرهنگی ما که ریشه ماست و اتفاقا بسیاری از دستاوردهای بعدی اقتصادی به ویژه در حوزه گردشگری با توجه به این مزیت نسبی ماست، جلوی چشمانمون داره از بین میره. البته بعضی از اینا رو با حضور خودمون تو شهرستان ها حل و فصل میکنیم. من خدمت شما عرض کنم در طول این دو سال من 190 شهر رفتم و تعداد زیادی روستا که حسابش از دست من در رفته. در بعضی از شهرها تا 20 تا اثر تاریخی هست تو شهرهایی که شما بعضی موقع اصلا فکر نمی کنید، از کنارش رد نشدید. وقتی میریم اونجا میبینیم بعضی از مشکلات همونجا حل میشه و وضع ما نسبت به بسیاری از کشورها به لحاظ حفظ میراث فرهنگی بهتره. که تصور نکنید خدای نکرده ما در یه جایگاه پایینی قرار داریم. به خصوص دانش مرمت در ایران بالاست. مرمت کارای ما که یه نمونه نمادین اینجا دیدید، این پیرمرد زنجانی زیر گنبد سلطانیه که من افتخار کردم دستش رو بوسیدم، از 20 سالگی داره مرمت میکنه، استاد درجه یک مرمته، الان 70 سالشه. 50 ساله، نمیدونم گنبد سلطانیه رفتید یا نه، از زیر که به این ارتفاع 50-60 متری نگاه میکنی آدم سرش گیج میره. داربست بستن خطرناک. این پیرمرد هنوز میره رو سقف این گنبد، چون این مرمت در واقع مستمره، بزرگه اونجا، این دائم باید مرمت کنه. 50 ساله میره زیر سقف روی اون داربست داره مرمت میکنه. واقعا
دست او بوسیدنی نیست؟ داریم. شما مرمت کار اینجا بودی؟ بله من کار اینجا. پسر شماست اونجا؟ آه و پاک میتونه بابا. کسی که مرمت اینجا رو کرده دو سر ما.